مرجعیت شیعه عمل به اعتقادات و دوری از شهوات و تمایلات نفسانی را تنها راه موفقیت انسان دانستند. بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله عزما سید صادق حسینی شیرازی مدزلو که در دیدار تاجری هندی ساکن کشور ژاپن سخن می گفتند انسان را دارای دو نیروی بزرگ اعتقادات و شهوت و هواهای نفسانی دانستند که خدای متعال این دو در وجود هر انسانی به ودیعت نهاده است مرجعیت شیعه فرمودند هر کس در هر جا و در درون خود نیروی چالشگری دارد که میان اعتقادات و باورهای او و هوای نفس و شهواتش جنگ افروزی می کند در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و بهداشتی نیز همین مسئله وجود دارد در واقع انسان بر سر دوراهی اعتقادات و باورها و شهوات و تمایلات نفسانی قرار میگیرد در این دیدار که حجت الاسلام ادیب هندی از وکلای مرجعیت در کشور هندوستان تاجر هندی را همراهی میکرد الله العزما شیرازی ادامه دادند انسان موفق همواره به باورها و اعتقادات خود پایبند بوده و از تن دادن به تمایلات و هواهای نفسانی پرهیز میکند و در مقابل علت اصلی عدم موفقیت اکثر انسانها ها تن دادن به تمایلات و حوث نفسانی و بیتوجهی به باور هاست. بنابراین تصمیم بگیرید که به اعتقادات خود عمل کنید و از تن دادن به شهوات و تمایلات نفسانی دوری کنید که تنها راه و کلید موفقیت همین است. آنگاه معظم الله خطاب بازرگان هندی فرمودند، شما را سفارش می کنم که هر جا هستید به اعتقادات خود عمل کنید و خدمت به شیعان از آن جمله است و خدمت به اهل بیت علیه السلام کلید موفقیت به شما می رود تاجر هندی ضمن ارائه شرحی از فعالیتها و تجربیات خود در 28 سال سکونت در ژاپن و ارائه گزارشی از جامعه ژاپنی ها گفت در ژاپن به ویژه در توکیو پایتخت این کشور بیش از دو هزار شیعه وجود دارد که حضور وکیل و نماینده ای از سوی حضرت علی در آنجا بسیار ضرورت دارد همچنین جامعه ژاپن نیازمند فرد یا افرادی است که در جمع آنان حضور یابد و دین و تشیع را به آنان بشناساند و آنان را به دین و تشیع دعوت کند و من آمادگی دارم در این زمینه همکاری کنم و هر خدمتی که از دستم برآید ارائه دهم